ماتریالیست اصولا در طی عرضی که در مجلس گذشته برمل آمد گفته شد اونجا خدمتتون که به معنی کسی است که ماده را اصل همه اشیا میگیرد. البته این به اون معنا نیست که وجود سایر امور را انکار بکند، یعنی این اشتباه نباید باشه، این توهم نباید پیش بیاد که شخص ماتریالیست منکر وجود معنویاته، منکر وجود اخلاقیات، منکر وجود وجدانیات، به این معنا نیست، بلکه به این معناست که همه اونها رو فرع ماده و فرع وجود مادی میدونه، همه اونها رو آثاری از وجود مادی میگیره و الله هم به فکر قائل، هم به شعور، هم به عقل، هم به روح، حتی به یک معنا هم به معنویات، منتها همه اینها رو ناشی از ماده و از آثار وجود مادی میگیره. بنابراین در واقع ماتریالیسم به معنی قول به اصالت ماده است، نه قول به ماده، نه به این معناست که عالم رو حصر در ماده بکند، بلکه به این معناست که اصل عالم رو حصر در وجود مادی آن بگیرد. خلاصه برای عالم مادی منشأ غیر مادی قائل نیست، یا در جنب عالم مادی، در جوار عالم مادی به یک وجود غیر مادی قائل نیست، به این معنا که قائل به وجود خدا به عنوان جوهر غیر مادی که منشأ جوهر مادی و همه موجودات دیگر باشد قائل نیست، و همچنین به روح به عنوان یک جوهر غیر مادی که در جنب و در جوار جوهر مادی و جدا از آن و بدون اینکه فرع آن باشد وجود داشته باشد به اون هم قائل نیست، بلکه همه مراحل وجود رو، همه اقسام وجود رو متفرع از جنبه مادی وجود میگیره، چه در عالم خارج چه در زندگی درونی انسان. من نباید تصور کرد که ماتریالیسم یک اعتقاد جدیدی است، بلکه شاید از قدیم ترین عقاید باشد، به این معنا که اگر در قدمت بخواهیم عقاید رو با هم یه مقایسه بکنیم ببینیم ماتریالیسم اقدم و اسبق بر سایر عقاید پیدا شده در عالم، برای اینکه البته عقاید غیر مذهبی از لحاظ فلسفی و فکری بشری عرض میکنم، برای اینکه توجه به تفکیک وجود مادی و وجود معنوی از همدیگر دیر حاصل شده برای نوع بشر، از ابتدا بشر مدت ها در مرحله ای بود که وجود رو یک پارچه و یک سوق و یک سنخ می دانست و می گرفت. تفکیک رو جنبه مادی و معنوی که مستلزم این باشد که بگوییم معنویات هم در مقابل مادیات اصالت دارن براش حاصل نبود. البته شاید نتوانیم در یک همچه مرحلهی فکر بشر به ماتریالیسم به معنی اخص و محدود کلمه بگیریم، چون به هر صورت وقتی تفکیک نشه بود ماده و معنا، همونطور که معنا به عنوان جوهر مستقل معنا ندارد، ماده هم به عنوان جوهر مستقل معنا پیدا نمی کنه، ولی اون چه مسلمه عالم به نظر از یک سنخ می آمد، از یک جنس جلوه می کرد و تفاوت جنبه معنوی و روحانی درش ملحوظ نبود، و در واقع چون اساس رو حس می گرفتند، اصل رو حس می گرفتند در ادوار ابتدایی بشری، به همون جهت عالم رو چیزی می دانستند که بشر به حس دریافت، و این یک نوع ماتریالیسم خامی است که اگر تحلیل شود
معلوم می شود که متریالیسم نیست، بلکه یک نوع فنومنیسم اولی است. به هر صورت بگذاریم از مطلب که نخواهیم زیاد جنبه فنی پیدا بکنه و برسیم به اونجا که بگیم ما متریالیسم رو در تاریخ فکر بشری از لحاظ زمان گردن نظر بگیریم، می توانیم به سه قسم تقسیم بکنیم و البته در این تقسیم نظرمون به فلسفه غرب است که از یونان شروع می شود و به اروپا و امریکای کنونی می رسد، چون در شرق به این صورت مطرح نیست، یا لااقل به این صورت به طوری که با فکر ایرانی ارتباط پیدا کرده باشد تا حالا مطرح نشده برای ما. در تاریخ فکر فلسفی غربی ما سه نوع متریالیسم در زمان میبینیم. یکی متریالیسم قدیمه، یعنی در واقع متریالیسم یونانیه که علمداران اون فلاسفه‌ای مثل دموکریتوس که فرانسوی ها دموکریت و عرب ها زی مقراطیس میگویند، همچنین اپیکوروس که فرانسوی ها اپیکور و عرب ها ابیغور میگویند، و همچنین رواقیون، علی‌الخصوص رواقیون یونان، رواقیون قدیم. اینها متریالیست بودند بنا به تعریفی که ما امروز از ماده میکنیم، و البته متریالیسمشون بیشتر تناسب دارد با متریالیسم به معنی خاصی که بعداً متریالیسم مکانیکی به اون گفته شد. و در جوار اونها که البته شاید قدیم تر از اونها باشند، از بعضی هاشون مسلمان قدیم تره، از رواقیون اپیکوریان اینها، چون تعلق به قرون قبل از سقراط دارد، و او هرکلیتوس یا هرکلیت به قول فرانسوی ها یا هرقلیتوس به قول عرب ها هم نباید نادیده گرفته بشه در تاریخ متریالیسم، برای اینکه از لحاظی پیشرو اون فکری میتواند محسوب بشود که بعداً متریالیسم دیالکتیک به اون گفته شد. البته ما با این متریالیست های قدیم کاری نداریم، برای اینکه افکارشون به اون نحوی در اون روزگار مطرح میشد، اگر حالا مطرح بشه کهنه به نظر میرسه، کنار میشه. در قرون وسطا هم که از متریالیسم خبری نیست، برای اینکه دوره تسلط دین است، چه در عالم مسیحی و چه در عالم اسلامی، و متریالیسم نمی توانسته است عرصه‌ای برای ظهور و مجالی برای جلوه داشته باشد. بنابراین برای پیدایش مرحله دوم متریالیسم باید منتظر رنسانس، منتظر شروع قرون جدید در اروپا باشیم تا ببینیم که متریالیسم مکانیک چگونه و در کجا و توسط چه کسانی پدید آمد در قرون جدید، و بعد در قرون معاصر ببینیم که متریالیسم معاصر ظاهر می شود در قرن 19 و 20. بنابراین سه قسم متریالیسم ما در زمان: متریالیسم قدیم، متریالیسم جدید و متریالیسم معاصر باشون روبرو میشیم. با صرف نظر از متریالیسم قدیم، وقتی توجه به متریالیسم جدید بکنیم میبینیم که متریالیسم جدید در واقع
بر اساس مکانیسمه. بر اساس مکانیسم است به این معنا که با شروع از دوره رنسانس اصل در خود ماده جرم رو و حرکت رو میگیرد و به این ترتیب عالم رو اهم از جماد یا نبات یا حیوان تعویل میکند به ماشینی که خود به خود حرکت میکند و حرکت همیشه با آن همراه است. البته مکانیسم رو وقتی دقیق بخواییم تعبیر بکنیم، بیان بکنیم، گاهی به صورت مکانیسم فیزیک در میاد، مکانیسم طبیعی که اصل مقاومت رو، جرم رو و حرکت رو میگیرد و یک بار مکانیسم ژئومتریک یا مکانیسم هندسی رو میبینیم که اصل بعد رو، یعنی خاصیت هندسی و ریاضی جسم رو و حرکت رو میگیرد. یعنی در واقع جرم و حرکت نشون دهنده ماتریالیسم مکانیک، بعد و حرکت نشون دهنده ماتریالیسم مکانیک، اولی مکانیسم فیزیکی و دومی مکانیسم هندسی. و عجیب اینجاست که یکی از کسانی که درباره مکانیک اصرار کرده و جماد و نبات حیوان همه رو برگردانده است به جسم از اون لحاظ که بعد دارد، یعنی در مکان ممتد است و حرکت میکند و جز این دو، یعنی جز بعد و جز حرکت، هیچ چیز در عالم ندیده است، فیلسوفی است که قائل به وجود روح و قائل به وجود خدا هم هست و اون دکارت است که فلسفه او منشأ بسیاری از آرا و عقاید ادوار بعد از خودشه. از جمله ماتریالیسم هم از او مایه میگیرد، مایه بسیار زیادی هم میگیرد. به این تعبیر که دکارت جز در وجود انسان که قائل به فکر و شعور میشود، در عالم همه جا یک دستگاهه ماشینی میبیند که عبارت است از جسمی است که ممتد در مکان و متحرک به حرکت است. حیات نباتی رو هم تعویل به همین امر میکنه، حیات حیوانی رو هم تبدیل به همین امر میکنه. بنابراین عالم در نظر او جسم از اون لحاظ که بعد دارد، یعنی ممتد در مکان است، و از اون لحاظ که حرکت میکنه. و خود او اصطلاحی دارد که میگوید بعد و حرکت رو به من بدهید، دنیا رو براتون میسازم، احتیاج به هیچ چیز دیگه ندارم. اون مسائلی که برای ساختن دنیا لازمه، یکی بعد، یکی حرکت. و جسم هم در واقع برمیگرداند به جوهری که ممتد در مکان است و حرکت میکند. و به همین جهت که اصل حرکت گرفته می شود بهش میگن مکانیسم. یعنی در واقع فکر مکانیکی به فکری میگویند که در اون اصل حرکته، خود حرکت، نفس حرکت. البته چه جنبه فیزیکی بهش داده بشه و چه جنبه هندسی بهش داده بشه، یعنی چه شما در این حرکت جرم رو هم، جرم جسم رو هم ملحوظ بدارید و چه جرم جسم رو ملحوظ ندارید، فقط بعد ریاضی اون رو، یعنی امتداد مکانی اون رو به عنوان اصل به حساب بیاورید، می شود فیزیکی و می شود هندسی. اما اون چه مسلمه همینقدر که حرکت اصل بود و جسم با حرکت مشخص شد، می شود فکر مکانیکی. اون تا اشتباه نشود، در فکر مکانیکی وقتی گفته میشه جسم جوهر متحرک است، جسم جوهر دارای بعد و متحرک است،
دارای بعد و دارای حرکت است، یک چیزی رو از جسم سلب می کنند یا بهش توجه نمی کنند و اون نیروست، اون قوه پویاییه، اون انرژیه، اون دینامیسمه. این در واقع به حرکت نمیاد، به این معنی که هر شیء که حرکت میکنه یه نیروی تحریک یا از خارج یا در درون همراه اون باید باشه و باید اون به حساب بیاد. وقتی که این نیروی محرک رو به حساب بیارم، به همین جهت در جنب ماده به انرژی هم اصالت بدهند ولو انرژی و انرژی مادی بدانم، دیگه فکر مکانیکی نیست، بلکه همچون فکر رو میگن فکر دینامیک، یعنی توجه به نیروی محرک علاوه بر حرکت. و به این ترتیب است که ماتریالیسم هم در اطلاع ماتریالیسم مکانیک متناسب با علم قرن 17 و بعدن رفته رفته ماتریالیسم دینامیک می شود متناسب با علم اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19. به این معنی که رفته رفته به تدریج فکر متوجه می شود که صرف نمی توانی به جسم اکتفا بکنی به عنوان یک جوهری که ممتد در مکان است و حرکت میکند و بر طبق اصل مکانیک حرکت میکند. اون اصل مشهور مکانیکی، اصل اینرسی بهش میگن، معمولا در ایران اصل جبر بهش گفته شده، حالا دیگه اصطلاح نمی کنی برای اینکه جبر معنی دیگری به کار می رود. حالا اصل اینرسی به این معنی که ما شیعی رو تا حرکت ندهیم، این تا عامل خارجی حرکتش ندهد ساکن است، و شیء متحرک رو هم تا عامل خارجی ساکن نکند متحرک است. اصل اینرسی به این معنی که با عزل نظر، با صرف نظر از هر گونه انرژی و صرف به عنوان سکون و دوام سکون، اگر شیء خودش متحرک نباشد، و حرکت و دوام حرکت اگر شیء خودش ساکن نباشد، به طوری که هیچ گونه منشأی برای تحرک، برای پویایی در خود اون شیء بدون اینکه عامل خارجی به اون بر بخورد و اثر بگذارد وجود ندارد یا ملحوظ نمی شود، محسوب نمی شود. یک همچو فکری رو فکر مکانیکی در ماتریالیسم میگویند. البته در اواخر در فکر مکانیکی ماتریالیستی هم توجه به انرژی و تأثیر انرژی حاصل شده و باعث شده است که این فکر متحول بشود، تغییر پیدا بکند به نوع دیگری از ماتریالیسم که می توانیم به اون ماتریالیسم دینامیک بگوییم. اما اون چه مسلمه در خود ماتریالیسم مکانیک اصل این است که ماده به عنوان جوهر بی حیات، بی شعور، بی پویایی تصور بشود که اگر ساکن است همیشه ساکن است، اگر متحرک است همیشه متحرک است، و اگر بنا باشد شیء ساکن رو چیزی متحرک بکنند اون شیء باید عامل خارجی باشد، و اگر شیء متحرک رو چیزی ساکن بکند باز اون چیز عامل خارجی باشد. ماتریالیست های مکانیک که از فکر دکارت که خودش ماتریالیست نبوده ولی مکانیکی فکر میکرده منشعب میشوند، زیادند، اشخاص بسیاری رو میتوان در این زمره از متفکرین به شما را برد در اروپا.
البته عرض کردم بعضی هاشون تمایل به دینامیسم هم در فکرشون هست، مثل فوکت، مثل بوخنر، مثل مولشوت، مثل هکل. از این کلات با هگل نباید اشتباه بشه، یک فیلسوف ایدئالیست قرن 19 هونه. هکل مثل لامتری، مثل هلوسیوس، که میتوانیم به تعداد بسیار از اینها نام ببریم، که در اواخر قرن 18 هم و در قرن 19 هم میرسد به طرز تفکر دینامیک در ماتریالیسم، که در این طرز تفکر دینامیکی علاوه بر حرکت که خاصیت اصلی ماده محسوب میشد در فکر مکانیکی، انرژی هم به حساب میاد، فورس هم به حساب میاد، و به همین جهت فکر دینامیک میشود. و چون اگر توجه کنیم میبینیم که خود انرژی نسبت به خود ماده بی جان و غیر پویا و غیر محرک نوعی معنویت درش هست، نوعی خروج از جمود و سکون، یا حرکتی که از سکون مایه میگیرد درش هست، جدا میشه، دور میشه، و به همین جهت نام دینامیک بر اون اطلاق میشه. در ضمن عرضم اشاره کردم حرکتی که اونم خودش از نوع سکون میشه به حساب بیاد، برای اینکه در واقع این حرکت هم تابع قواعد قاطع غیر قابل تخلف و متوقفی است که همیشه اون حرکت برده به اون قاعده رخ میدهد، بنابراین باید گفت یک نوع سکون رو مادرش میبینیم. و از طرف دیگر این قبیل حرکت اصولا تعبیر به سکون میشود، برای اینکه در واقع وقوع جسم در نقاط مختلف و متوالی از مکان است که وقتی به دنبال هم در نظر گرفته میشود تصور حرکت رو حاصل میکنه. یعنی در واقع حرکت جسم با تصور مکانیکی هیچ فرقی با حرکت تصاویر بر صفحه سینما، یعنی حرکت حاصل از نشون داده شدن فیلم نداره. یعنی همونطور که شما روی پرده سینما حرکت میبینید ولی در واقع حرکت نیست، بلکه حرکت تصوری است حاصل از ادراک اشیاء در مراحل مختلف و متوالی سکونی که پشت سر هم دیگه قرار میگیرن در اون مکانها، در اون نقطه ها. اشیاء هم اگر صرف بخوایم به طور مکانیکی بهشون نگاه بکنیم، در واقع حرکتشون جز این نیست، بنابراین حرکت تعبیر به سکون میشوند. و در همین جا بود که ایرادات زنون الیایی وارد می آمد، یعنی به این نحوه تصور قدیم درباره حرکت که در واقع حرکت چیزی نبود جز مجموعه سکونها، بدون اینکه سیر از سکون به سکون دیگر که ناگزیر یک نحوه دینامیسم باید درش باشه این به حساب آورده بشه، که در ریاضیات جدید و فیزیک جدید این به حساب آورده می شود و نحوه تصور حرکت اصولا فرق میکنند و به همین جهت جنبه دینامیک پیدا میکنه. و ناگزیر ماتریالیسم هم باید ماتریالیسم دینامیک بشود، چون یکی از خصوصیات ماتریالیسم این است که همیشه سعی کرده است با علم زمان خودش همدم و همقدم و هم انان باشد، و در واقع با توجه به حاصل تحقیقات علمی سعی کرده است که نظر فلسفی رو هدایت بکنه. و بسیار اشکالات هم از همینجا پدید آمده، برای اینکه اون چه علم زمان نشانش میدهد
حکایت از پیشرفت محدود به اون حد زمان در فکر بشری است و به همین جهت اگر ما فلسفه‌ای بر اساس علم اون زمان تأسیس بکنیم، اون فلسفه رو در زمان دیگر نمیتوانیم صحیح ببینیم یا صحیح بدانیم و ناگزیر باید تجدید نظر بکنیم. البته اشکال نداره، از همین تجدید نظرها تکامل در فکر حاصل میشه، منتها به لزوم اون تجدید نظر باید توجه کرد و کیفیت تجدید نظر رو هم باید در نظر گرفت که چگونه ما رو از اون فکر جامد ساکن درباره ماتریالیسم که در واقع به صورت یک نوع دوگماتیسم در می آمد و می گفت این است و جز این نیست و جز این نمی توان فکر کرد و خودش به صورت یک اعتقاد راسخ غیر قابل تغییر در می آمد خارج می کنه این تجدید نظرها. یعنی در واقع نشون می دهد که ماتریالیسم هم دیگر ماتریالیسم نمی ماند و ناگزیر می شود به جایی برسد که نشون بده که این طرز تفکر دیگر کافی نیست، نمیتوان به اون اکتفا کرد. ما اگر از مطالعه سیر فکر بشر این نتیجه رو هم بگیریم فقط که معلوم بشود که فکر همیشه یکسان نیست، پس نمیشود قبول کرد که اگر فکری در قرنی عرضه شده است اون فکر ما بتوانیم همیشه نگه داریم، ولو فکر قرن 19 هم باشه قرن 20 هم بهش بگیم فکر جدید و حاضر نباشیم افکار بعد از اون رو به حساب بیاوریم، یک نشانی از قدمت نسبی بر اون فکر قرن 19 هم بزنیم. اگر بتواند این نحوه تفکر مبتنی بر رکود رو از ما بگیرد، همین فایده فایده بزرگیست، اگرچه فایده دیگری هم حاصل نکنه این مطالعات. بخش و سخن در اونجا بود که عرض کردم ماتریالیست در هر زمان سعی می کند علم زمان رو به خدمت بگیره، از علم زمان استفاده کنه. از جمله تئوری های علمی که در قرن 18 و 19 هم البته بعضی هاش باشتر از قرن 17 هم بسیار به کار ماتریالیسم آمده است و کمک به ماتریالیسم کرده، یکی نظریه بقای ماده است، به این معنی که ماده همیشه میماند و همیشه بوده است، هیچ وقت ماده‌ای که معدوم است موجود نمی شود و ماده‌ای که موجود است معدوم نمی شود، جز تغییرات هیچ چیز در ماده پیش نمی آید. و از اینجا نتیجه گرفتند که وقتی ماده موجود است پس همیشه موجود بوده، جز اینکه تغییر کرده باشد چیزی در اون حاصل نشده. اگر بنا بود ماده موجود نباشد، معدوم باشد در زمانی، همیشه معدوم می ماند، برای اینکه چیزی از عدم به وجود نمیاد، از وجودم به عدم نمیره. و منتها ماتریالیسم فلسفی از این نظریه علمی نتیجه میگیره، اون نتیجه که میگیره اینه که حالا که ماده همیشه بوده و همیشه خواهد بود، دیگه نمیتونه موجد داشته باشه، دیگه نمیتونه خالق داشته باشه، برای اینکه هیچ وقت معدوم نبوده است تا احتیاج به کسی باشه که اون رو از عدم به وجود بیاره. این غافل از اینکه یک همچو نظریه علمی نمیتواند منشأ اون رأی فلسفی باشد، برای اینکه این در یونان هم در فکر قدیم هم سابقه داشت، این نظر که نتوانند برای خلق قائل و مبدا زمانی باشند. ولی از اینجا لازم نیامده است که اگر خلق مبدا زمانی نداره، از لحاظ منطقی و به طور ذاتی هم منشأی نتوان برای اون تصور کرد. ولی ماتریالیسم همین نتیجه رو از این نظریه میگیرد که چون ماده همیشه بوده پس هیچ وقت معدوم نبوده، بنابراین لازم نمیاد به کسی یا به اراده‌ای یا به
قدرتی یا به قوهی قاید باشیم، با آمنی قاید باشیم که اون را از آدم به وجود بیاریم. وقتی ایش وقت معدوم نبوده تا موجود بشه بردم، تا ایجاد بشه بردم. عرض کردم که این بون معنا از راز فلسفی ضرورتا نمیتونه باشه، برای اینکه وقتی ما قائل به منشأ خلق باشیم، منشأ خلق رو به این صورت قبول داریم که این منشأ خلق، خلقش هم با خودش ضرورتا وجود داشته همیشه، یعنی یک عاملی است که همیشه در ازل تا موجود بوده خلق هم داشته. بنابراین اگر ماده بدایت زمانی ندارد، دلیل بر این نیست که ناشی از تأثیر ذاتی عاملی نباشد، منتها به این صورت که اون عامل تا بوده است این اثر رو هم بخشیده است که وجود خلقی به نام ماده باشه. به هر صورت میذاریم از این بحث و توجه به این مطلب میکنیم که یکی دیگه از نظریات علمی که مورد توجه ماتریالیست ها در این دوره قرار گرفته و تأکید بسیار درباره اون کرده اند، خود همین نظریه حرکت، نظریه درباره حرکت، یعنی اصل اینرسی مکانیک جرس جرم خدمتون که هر شیء متحرکه همیشه متحرکه، مگر اینکه عامل خارجی ساکنش بکنه، و هر شیء ساکنی همیشه ساکنه مگر اینکه عامل خارجی متحرکش بکنه. و به این ترتیب تحریک یا اسکان اشیا رو تابع تأثیر اونها در همدیگر گرفتند، بدون اینکه برای حرکت شیء قائل به قوه محرکه‌ای غیر از خود شیء مادی یا غیر از خود ماده‌ای که در اصل خود شیء است قائل باشه. و به این ترتیب اگر فرض فرمید که در نبات حرکاتی دیده شده، این حرکات رو صرف توانستن تعویل بکنن به خاصیت ترکیب مکانیکی وجود نبات، بدون این که خودشون رو محتاج ببینن که در نبات حیات رو به عنوان یک عامل غیر مادی برای تحریک نبات به حرکات خاص نباتی بدن. یا همینطور در حیوان اگر فرض فرمید که حرکاتی میبینن، صرف این حرکات رو تعبیر بکنن به مکانیسم وجود حیوانی، بدون این که به هیچ مبدأ دیگری به عنوان مثلا نفس حیوانی یا روح حیوانی یا حیات خاص حیوانی قائل باشن که محرک حیوان به حرکات خاص خودش باشه. و در این زمینه میتوانیم بگوییم که نظریه خود نیوتن، نظریه مکانیک نیوتنی و کارهای خود نیوتن که در تحکیم مکانیسم بسیار مؤثر بوده، در ماتریالیسم هم اثر بخشیده. با اینکه خود نیوتن شخص دینی معتقد و متمسکی بوده و به شدت به خدا اعتقاد داشته، معذالک این اعتقاد مانع از اون نشده که این ساختمان مکانیکی عالم رو وقتی بیان میکنه، کسانی بتوانند از این ساختمان که بیان میشود نتیجه بگیرن که هرچه هست یک سلسله حرکات مکانیکی است که ماده به خودش میگیرد و از همین حرکات عالم پدید می آید. یکی دیگه از این تحقیقات علمی که اثر زیادی گذاشته است در ماتریالیسم و رواج ماتریالیسم مکانیک در قرون جدید، زیست شناسی است، بیولوژی است در همه جهات و جنبه های خودش. به همین جهت است که اکثر مادینیون رو ما میبینیم طبیب هستن، جز اطباء به شمار میروند.
حتی یکی از جراحان که از نظر فلسفی افکار مادی دارن میگوید که من فقط وقتی میتوانم وجود روح رو تصدیق بکنم که در ضمن تشریح نعش مرده یا زنده فرق نمی کنه، از این جراحی یک انسان زنده، این نوع که نیشتر من به چیزی به نام روح بر بخوره، تا بر نخورده قبولش ندارم. یعنی در واقع خود طب، خود جراحی، خود شکافتن کالبد و چیزی به نام روح در اون نیافتن، و برعکس این که هر چه در بدن حادث می شود اون رو در خود بدن فهمیدن و راه برای فهم اون پیدا کردن، همین امر بسیار مؤثر بوده است در رواج افکار مادی. یعنی در واقع فیزیولوژی و سایر علوم متعلق به بیولوژی، علوم از سنخ بیولوژی تأثیر بسیار داشته است در این که انسان مادی فکر بکنه، چون حیات رو همیشه معنوی می‌گرفتن، از نشانهای معنویت می‌دونستن در قدما. اگر بنا باشه همه اون چه مربوط به حیات هست بشود از راه فعل انفعالات شیمیایی، از راه توجه به آثار فیزیکی در بدن بشه محملی برش پیدا کرد و فهمید و شناخت و دریافت، و حتی با توجه به اون محمل معالجات پیش آورد و در معالجه موفق شد، بدون که احتیاجی به فرض روح و قبول روح و قبول حیات به عنوان عاملی غیر مادی پیش بیاد در این معالجه، پیداست که شخص ماتریالیست میتوانه از این علوم اگر بخواهد استفاده بکنه برای تسجیل رأی خودش که پس جز ماده چیزی در انسان نیست. از جمله فنون علم الحیات، یعنی از جمله متفرعات بیولوژی که تأثیر بخشیده در تحکیم نظریه مادیون، یکی خود فیزیولوژی است. به این معنا مخصوصا فیزیولوژی اعصاب و مراکز عصبی، به این معنا که وقتی انسان به حکم علم متوجه می شود که در سلسله حیوانات هر جا سلسله اعصاب پدید میاد، ظاهر میشه، دیده میشه و مخصوصا کامل می شود، پیچیده می شود، مفصل می شود، در همون جا و به همون نسبت و در همون زمان هم قوای حیاتی و قوای فکری و قوای مربوط به اون چی به شعور میگوییم پدید میاد، ظاهر میشه و کمالی از خودش نشون میده. طبیعی است که کسانی اگر بخواهند بتوانند قائل به این نظر باشند که پس فکر و اون که معمولاً اعمال روحی بهش میگیم چیزی نیست جز حاصل فعالیت سلسله اعصاب و مراکز عصبی، برای اینکه هر جا این اعصاب و مراکز عصبی دقیق‌تر ساختمانش، کامل‌تر، پیشرفته‌تر، پیچیده‌تر، در همون حیوان، در همون نوع از حیوان هم فکر، هوش، یعنی اون چه اعمال حیاتی انسانی بهش میگیم دقیق‌تر، کامل‌تر، پیشرفته‌تر، پیچیده‌تر. از طرف دیگر در خود فرد انسان، در نوزاد انسان، در مولود انسان که بعد بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه، انسان عادی میشه، در اون هم میبینیم به مرور که ساختمان مغز و سلسله اعصاب در طی تکامل بدن ظاهر میشه و به کار میفته، به همون نسبت هم میبینیم که فکر و هوش و اینا به کار میفته. پس یه موازاتی بین این دو امر وجود داره، بین این دو خط وجود داره.
از طرف دیگر میبینیم هر جا که سلسله اعصاب و مغز یا سایر ارگان هایی که ارتباط پیدا میکنه با این دستگاه لطمه میبینه، صدمه میبینه، به همون نسبت و حتی در همون جا و در همون زمان فکر و هوش و حتی عقلم لطمه میبینه. یعنی یک لطمه وارده بر مغز کافیست که عقل رو لطمه بزن، کافیست که هوش رو زایل بکنه، کافیست که حافظه رو از بین ببره. یک فرض این اختلافی که پیش میاد در ترشح بعضی از غدد اندوکرین در بدن کافیست برای این که عواطف رو متزلزل بکنه، تعادل عاطفی انسان رو به هم بزنه، احساسات رو دیگرگون بکنه. ما میدانیم که از همینجا علمی که حد وسط بین روانشناسی و زیرشناسی است پدید میاد به نام پسیکوفیزیک. پسیکوفیزیک یعنی سعی در بیان شرایط فیزیکی احوال روانی ما، و خیلی هم علم دقیق و رو به تکاملی می شود کم کم. پس ملاحظه می فرمید که فیزیولوژی ما نشون میده که هر جا مغز لطمه میبینه، هر جا اعصاب لطمه میبینه، هر جا غدد اندوکرین اختلالی داشت واقع میشه، واقع سر حاضا به تناسب اهمیت سایر ارگانهای بدن فعالیت فکری و هوشی و روانی ما هم لطمه میبینه یا مختل میشه یا زایل میشه. این هم یه موازات دیگه بین دو دستگاه، دستگاه فکری و دستگاه عصبی. خب بس چرخ داریم بگیم که اینا غیر از هم دیگه است. یا یکی دیگه حتی به عمد و بنابر مصلحت به اراده ما هم میتواند این تغییرات نسبی واقع بشه. یعنی شما میتوانید با تزریق یک ماده، یه ماده جسمانی به بدن کنم، یه ماده جسمانی است، میتوانید هوش رو زایل بکنید، میتوانید حافظه رو متوقف کنید، میتوانید نمیدونم حرکات رو مختل بکنید. این نمونه کاملش همین ادویه مخدر یا ادویه بیهوش کننده است که در واقع با تزریق مادی و جسمانی انسان ازش سلب شعور میشود، سلب هوش میشود، بیهوش میکند انسان رو دیگه به اصطلاح ظاهر. بس وقتی این هوشی که با ماده از میان میرود چرا خودش مادی نباشد؟ بنابراین ملاحظه میفرمید که یه موازات دیگری هم ما پیدا میکنیم در بین احوال بدنی و احوال روانی. به این ترتیب نه تنها حیات، خود حیات در فیزیولوژی نشون داده می شود که می تونه امر مادی باشه، حتی فکر و هوش و شعور، یعنی اون چه بهش روان می گوییم مجموعتا، اینها رو هم قدم به اونجا می زارن که بگن امر مادی است، یا لااقل مقارنات مادیش اینقدر با ارتباط نزدیک باش همراهه که روشن‌ترین تصوری که میتونیم حاصل بکنیم از این فعالیت ها همین است که بگیم این فعالیت ها ناشی از همون فعالیت های مادی بدن. با یک اختلال بدنی فکر و هوش و عقل به هم میخوره، با رفع اون اختلال دوباره سر جاش میام. بس به چی داری تخت داریم بگیم این غیر از اونه؟ البته ملاحظه فهمید که همه جا صحبت از موازات ها، یعنی صحبت از این است که اگر در اونجا اثری پدید آمد در اینجا هم قریبی اون اثر پدید میام.
که البته بعداً میتوانیم برگردیم به این مطلب و نشون بدیم که چگونه این موازات نمیتواند به معنی مماثلت باشه. یعنی وقتی دو چیز به موازات همدیگه تغییر میکنند و پیش میروند، قرینه همدیگه تغییر میکنند، نمیتونه دلالت بر این بکنه این امر که هر دو یکی هست. یعنی در واقع از اون مطلب علمی این نتیجه فلسفی رو بخواییم بگیریم تا عارض منطقی پدید میاد داشت. لازم میاد دو امر رو که موازی همدیگره ما بین همدیگر بدانیم یا از سنق همدیگر بدانیم و این خودش ایراد منطقی ایجاد میکنه پدید میاد در فکر ما. یکی دیگه از پیشرفت‌های علمی و نظریات حاصل از علوم که کمک کرده است به امور مادی، نظریه لامارک و داروینه. یعنی نظریه تکامل تدریجی موجودات زنده که می‌دانیم پدید آمد، در ابتدا مواجه با غوغا شد، رد شد، علل خصوص تعارض اون با آیات تورات مانع از اون شد که با حسن قبول پذیرفته بشه، ولی بعد بر کرسی نشست و پذیرفته شد و جزء علم مختار زمان علل خصوص در اواخر قرن 19 در آمد. هر جمعی نظریاتی است که بسیار کمک کرده است به رواج ماتریالیسم، بدون اینکه شاید کسانی که اون رو وضع کردند قصد استنتاج نتایج مادی رو از نظریات خودشان داشته باشند. به این معنا که وقتی لامارک اظهار کرد که حیوانات انواعشون از اون حیوانات ساده یک سلولی شروع کرده تا بیاد بالا به همدیگه تحول پیدا می کنن، تغییر پیدا می کنن، نوعی از نوع دیگر پدید می آید، رسوند این سلسله تکامل رو، تحول رو به اینجا که بگوید انسان هم به دنباله همین تحول حلقه های حیوانات در این سلسله تحول پدید آمده است. بر طبق اون دو سه اصل مشهوری که لامارک اشون داده، یعنی انطباق موجود زنده با محیط و تغییر موجود زنده بر اثر این انطباق و انتقال صفات مکتسبه از محیط به وراثت، که حاصل اون این می شود که هر نسل موجود زنده در محیط زندگی خودش ناگزیر برای اینکه بتواند زنده بماند باید خودش رو منطبق بر محیط بکنه و چون محیط متغیره پس اون هم تغییر میکنن. یعنی این تغییرات باعث میشود به این صورت در میاد که از محیط زندگی خودش آثار تازه رو کسب بکنه و جز اون بشود که خودش میبایست باشه قبلا. وقتی تغییر کرد بر طبق اصل دیگر لامارک، این تغییر رو به وراثت منتقل میکند به نسل ما بعد. بنابراین نسل ما بعد چنون به وجود میاید که تغییراتی رو نسبت به نسل ما قبل خودش از همون ابتدا همراه آورده، البته چون خود او هم باز در محیط زندگی قرار میگیره برای انطباق با محیط تغییر میکنه، این تغییرات خودش رو مزید میکنه برای تغییرات قبلی و به این ترتیب وقتی شما هزاران و میلیون ها نسل رو بعد از همدیگه گذاشتی کم کم به جایی میرسید که میبینید این تغییرات غیر محسوس تدریجی خفیف از نسلی به نسلی وقتی مجتمع شد به صورتی در میاد که حیوان را از نوع دیگری غیر از نوعی که قبلا داشت میکند. به این ترتیب موجودات زنده حیوانات رفته رفته تحول پیدا میکنند، از نوعی به نوعی عوض میشوند تا اینکه میرسد به انواع عالی حیوانات و بالاخره میرسد به انسان. البته لازم نیست در یک سلسله باشه، ممکنه در چند سلسله باشه این تغییرات، اما اون چه مسلم است این که هر نوعی رو قبول بکنیم که یک جا خود به خود به وجود میاد بدون اینکه از نوعی تغییری یافته باشه، یعنی به تعداد چندین صد هزار
نوع موجود زنده که وجود داره در عالم، باید قبول کنیم که حیات شروع شده. این فکر از این فکر سابق متمایز میشه، یعنی قبول نمی کنن که هر نوعی خودش بالاصاله شروع کرده و هزاران بار یا ده ها هزار بار، صد ها هزار بار حیات به نحو مستقل در عالم شروع شده و دوام پیدا کرد، بلکه کافیست بگوییم یک جا یک بار حیات بر اثر یک فعل انفعال دفعی جهشی حاصل در ماده پدید آمد، بعد از اون همون حیاتی که پدید آمده بود تغییر پیدا کرد و تحول پیدا کرد از نسلی به نسلی، و تا رسید این تحول‌های تدریجی متزاید از نوعی به نوعی تا اینکه انواع عالی حیوانات و سرانجام انسان پدید آمد. پس به این ترتیب اصالت نوع انسان از میان رفت، انسان زاده حیوانات شد. بنابراین اگر بر طبق قول دکارت در حیات نباتی و حیات حیوانی ما جز دستگاه ماشینی خودکاری که خود به خود متحرک است مثل جمادات نمی بینیم، انسان هم چون زاده همون حیوانات و حاصل همون حیات و ادامه این تحول است و چیز تازه ای نیست، انسان هم یک امر مکانیکی محض میتواند تصور بشه. یعنی در واقع حیوانی از نوع سایر حیوانات، از قبیل سایر حیوانات، که در یک مرحله خاصی از تکامل و تحول حیوانات قرار گرفته خواهد بود و اگر هم امتیاز نسبت به حیوان دارد، ناشی از وقوع انسان است در همین مرحله از تکامل که حیوانات به مرحله نرسیده بودند، نه اینکه اختصاص غیر مادی در انسان باشد. به این ترتیب اصل علوی انسان، اصل روحانی انسان، با استفاده که مادیون از لمارک میتوانستن بکنن از میان رفت و البته بعدا عقاید داروین مزید بر علت شد و تکمیل کردیم استفاده رو. با اینکه خود داروین شاید بتونیم بگیم با توجه به بعضی از احوالش که ماتریالیست نبوده، یعنی داروین آمد بر اون اصول لمارک اصول دیگری رو مزید کرد، اون اصول رو با اصول دیگری تکمیل کرد و اون این که موجودات زنده ناگزیر برای زنده موندن، برای پایدار موندن در تلاشان، در تکاپو هستند و چون مواد غذایی کفایت نمی کند برای همه موجودات زنده، ناگزیر بینشون مبارزه پیش میاد، بینشون زد و خورد پیش میاد، تضاحم پیش میاد، تنازع پیش میاد و در این میان اون انواعی باقی میمانند یا اون افراد یا یک نوع باقی میمانند که قوی تر باشن یا بهتر بگیم صالح تر و مناسب تر برای باقی موندن باشن. یعنی بر اصول لامارک که انطباق با محیط و انتقال به وراثت بود، دو اصل دیگر مزید شد که تنازع برای بقا بود و انتخاب اصلح، بقای اصلح، بقای انسب. ناگزیر حیوانات با هم مبارزه میکنن، وقتی مبارزه کردن اون باقی میماند که مناسب تر برای باقی موندن باشه، یک نوع سلکسیون ناتورال، یک نوع انتخاب طبیعی به تدریج پیش میاد در طبیعت که طبیعت خودش طبیعتا بعضی از انواع رو پس میزند، از میان میبرد، کنار میزند، حق حیات ازشون میگیرد تا اینکه انواعی و افرادی باقی بمانند که بتوانند در طبیعت حق بقا داشته باشه. پس به این ترتیب همونطور که مثلا ماهی در حوض تخم میریزد و از این چندین هزار تخمی که میریزد چون نمیتواند حوض همه رو از لحاظ تغذیه نگه دارد، ناگزیر در این میان عده بسیار زیادی از میان میروند و فقط ماهی هایی میمانند و ماهی میشوند که مناسب تر برای باقی موندن و به دست آوردن غذا و وسایل زندگی باشند، در این انتخاب طبیعی که باعث زوال عده بسیار زیادی و بقای عده بسیار معدودی میشوند، موفقیت در واقع با مناسب تر و با صالح تر و تا حدودی هم با قوی تره. در نوع انسان هم همینطوره،
یعنی انسان هم در واقع به حکم انتخاب اسلحه، به حکم بقای انسب، برای سر تنازع بقا به میان آمده به عنوان نوع و بعدا هم باقی مونده و هم اکنون باقی است، بدون اینکه احتیاجی باشه ما قائل به این بشویم که انسان با مددی که از عالم بالا گرفت، با روحی که به اون تعلق گرفت، موجود خاصی شد، موجود ممتازی شد که از لحاظ یک جنبه معنوی متمایز از سایر موجوداته و به مناسبت قبول این جنبه معنوی از ماتریالیسم خارج بشویم و قائل به روح در انسان باشیم، یعنی به صورت یک شخص اسپیریتالیست در فلسفه در بیاییم. البته ناگفتن ما که قبل از داروین مالتوس به نحوی این کلام اظهار کرده بود در علوم اجتماعی و اون این بود که توجه کرده بود که در اجتماعات بشری ازدیاد مواد غذایی متناسب با ازدیاد نفوس بشری نیست، یعنی نفوس بشر بسیار بیشتر از اون زیاد می شود که مواد غذایی زیاد می شود و با یک فرمول به این ترتیب خلاصه کردین عقیده رو که مواد غذایی به تصاعد عددی بالا می رود، مواد نفوس انسانی به تناسب هندسی بالا می رود و به این ترتیب نفوس انسان ازدیادش بسیار زیادتر از ازدیاد تدریجی مواد غذاییه، امکانات ازدیاد مواد غذایی اینقدر نیست که بتوانند تکافوی ازدیاد نفوس بشری رو بکنند. به همین جهت ناگزیر تنازع، تضاحم برای از میان رفتن تعدادی از بشر برای اینکه تعدادی دیگر بتوانند بمانند ضرورت داره پیش میاد. همین جنگ رو تجویز میکنه به عنوان وسیله تنازع و بقا و انتخاب طبیعی برای نگه داشتن کسانی که سالم میان مناسب برای موندن هستند. از همینجا کنترل نفوس بشر لازم میاد به وسایل دیگر و از اینجا البته برخی از عقاید سیاسی افراطی مثل عقاید فاشیستی این استفاده کردن که بگویند پس اصولا در افتادن نوع بشر برای اینکه ما هم دیگر برای اینکه بتواند قوی تر باقی بماند یک نوع انتخاب طبیعی است که باید در طبیعت پیش بیاد، همونطور که در طبیعت حیوانی نباتی هم پیش میاد. البته از این افکار ماتریالیسم مایه میگیره برای سلب اعتقاد به یک امر معنوی و روحانی در انسان و برگردوندن انسان به یک امر حیوانی و نباتی محض که اون هم به نوبه خود قابل بازگشت است به یک امر مکانیکی مادی در عالم. حالا چگونه حق داشته است و تا چه حد حق داشته است که بهره برگیرد از این عقاید باشد تا در جلسات بعدی بحث دیگری توأم با مطالعه بیشتر